یک فردی است به نام آلفرد مکس نیف که یک کتابی داره به نام اقتصاد به زبان پوسکنده. اینو از باب این دارم میگم که متوجه باشیم با زبان ساده و قابل فهم باید با مردم صحبت بکنیم، مردم احساس بکنن که میفهمن اقتصاد رو. آی کروگمن، حالا اول آی کروگمن رو بگم. آی کروگمن یک اقتصاددان یهودیه که خب نوکینزیان محسوب میشه. یک کتابی داره به نام اقتصاد بحران و تو اون کتاب اقتصاد بحرانش تو مقدمهش یه حرفی رو میزنه که کاملا درسته. میگه ما اقتصاددان ها عادت داریم به نوشتن و خوندن چیزهایی که نه خودمون میفهمیم نه بقیه. ولی میگفتش وقتی ما میایم با مردم صحبت میکنیم باید اون متنهایی که پر از فرمول و اعداد و ارقام هستن رو کنار بگذاریم. اون فرمول ها و اعداد و ارقام در واقع باید استفاده بشن به مسابقه یک ساختمونی که شما مثلا میخواید بسازیدش، توش کلی از این پایه ها و علمک ها و اینا میزنید برای اینکه این بتون ها و این دیوار ها و اینا خراب نشن، شکل بگیرن. بعد که اینا ساخته شدن، مستحکم شدن، این علمک ها رو جمع میکنید دیگه، این پایه ها رو جمع میکنید برای اینکه ساختمون قابل سکونت بشه. میگه این فرمول ها و این الفاظ پیچیده و اینها باید بره بینون تا این بنای روشن فکری که شما ساختید قابل سکونت بشه. لذا اونجا اقتصاددان ها حداقل یه هنری که دارن به زبون ساده هم کتاب می نویسن و حرف می زنن تا مردم متوجه بشن واقعا داره تو اقتصاد چی می گذره. یکی از مشکلاتی که ما الان داریم اینه که اقتصاددان های ما بلد نیستن با زبان ساده با مردم صحبت بکنن. اقتصاد به زبان ساده، معیشت به زبان ساده که از نیازهای اساسی ماست و ویژگی پیامبر ما همین بوده که رو پیامبر من تاکید دارم از باب این که واقعا الگوی معیشت اسلام از سبک زندگی پیامبر و شیوه هایی که ایشون از حیث معیشتی برای مردم جا انداخته بیرون اومده و بیرون کشیده شده. و امروز متاسفانه کسانی که لباس روحانیت رو میپوشن و میگن پیامبر الگو و مدل نداشته، اینا باید پاسخگو باشن که چرا نرفتن مطالعه بکنن و الان امروز به زبان ساده بیان همون معیشتی که پیامبر و مردم آموخته بوده رو بیان آموزش بدن و کمکاری خودشون رو با این روش ها توجیه میکنن که امثال کینز و مارکسی اتفاقا خیلی حرفای پیچیده ای هم میزدن. اتفاقا این اقتصاد دارن، اتفاقا اقتصاد حرفای پیچیده نیست. آی کروگمن میگه اقتصاد اگر هم حرفای پیچیده‌ای داره که من اقتصاددان نمیفهمم و بقیه نمیفهمن، اینا برای اون زمانیه که ما می‌خوایم بنای روشن فکری رو بسازیم، می‌خوایم یه سری حرفایی که خودمون فعلا می‌خوایم ببینیم چطوری مزمزه کنیم بسازیم. بعد که اینو ساختیم بعد اینا رو بریزیم بیرون یه جوری حرف بزنیم که مردم بفهمن. آیا آلفرد مکس نیف همینو میگه؟ میگه ما یه چیزایی رو تو دانشگاه یاد گرفتیم، بعد من به عنوان اقتصاددان بانک جهانی وقتی رفتم توی گلوشول توی آمریکای لاتین ایستادم، دیدم من هیچی ندارم با این مردمی که تو فقر دارن دست و پا میزنن حرف بزنم و اینا رو از فقر نجات بدم. بعد میگفت من هرچی تو دانشگاه یاد گرفته بودم، هرچی به عنوان حالا چون دیگه دکتر اقتصاد اقتصاددان بانک جهانی دیگه مثل استیگلیس و همسالم رفته اونجا مثلا اینا از فقر نجات بده، احساس کرد، گفت من احساس کردم هیچی ندارم به اینا بگم، هیچی ندارم. بعد میگفت اون موقع احساس ضرورت کردم که بیام یه کتاب بنویسم به نام اقتصاد به زبان ساده، اقتصاد به زبان پوسکنده. بله. و اومد این کتاب رو نوشت و پیامبر ما این ویژگی رو داشته که میتونسته به زبان ساده با مردم صحبت بکنه و اونا رو از فقر نجات بده.